درود به همه دوستان عزیز در این درس میخوایم با هم دیگه تمام کلمات سوالی زبان آلمانی رو یاد بگیریم یعنی تمام فراگ کلماتی که برای سوال پرسیدن میتونید ازش استفاده کنید این درس شامل تمام اون کلمات میشه واسه من اگه این درس رو خوب یاد بگیرید میتونید در هر شرایطی شما سوالاتون رو مطرح بکنید یه کلمه دیگه برای فراگ بهش میگن و فراگن یعنی کلماتی که با حرف و شروع میشه اولش که ما همه رو در این درس هم دیگه یاد خواهیم گرفت خب اگر میخواید گرامر آلمانی رو یاد بگیرید میتونید عضو کانال دوچ پرزش تیوی بشید در یوتیوب اینستاگرام و فیسبوک و در یوتیوب در پلیلیست گرامر تمام درس گرامری که ما تا کار کردیم رو میتونید مشاهده بکنید خب اولین کلمه سوالی یا واژه‌ای که برای پرسش استفاده میشه در زبان آلمانی ویا هستش ویا یعنی چه کسی است است یعنی چه کیه دقیقا معنی کیه رو میده یعنی کسی پشت دره شما میتونید بپرسید که ویا استاس است استاس یعنی کیه واژه بعدی وین هست وین حالت آکوزاتیو ویا هستش من میخوام بگم که وین به زوخستو یعنی تو چه کسی را ملاقات میکنی؟ وین بزوخستو تو به ملاقات چه کسی میری چه کسی رو ملاقات میکنی حالت داتیوش میشه ویم ویم میتونم ببرزم که ویم هستو دین فاقت ویم یعنی به چه کسی هستو فقط به چه کسی دوچرخت رو دادی دین درست باید ببینید که اون ای که میخواید بگید چه حالتیه کسی رای یا به کسی خب که در اینجا دوچرخه رو به کسی دادن گه فعل گیبن هستش که بعدش داتیو در اصل یعنی به کسی میدهید اون دوچرخه رو و برای همین ون میاد ون هستو داین فقط کلمه سوالی بعدی وسن هست وسن در سطح به ولی میشه گفتش که در قالب جمله میتونید قشن یاد بگیرید وسن فقط استاس یعنی این دوچرخه مال چه کسیه یه مدل دیگه میشه پرسید نه به طور مثال ویم گهرت دیزس فقط یعنی به چه کسی متعلقه این دو چخه ولی این مدلی خیلی استفاده میشه میگن وسن فقط استاس وسن آوتو استاس وسن بوخ استاس خب کلمه سوالی بعدی میگن آن وین آن موقعی میاد که میگیم به چه کسی آن ون دنکس به چه کسی داری فکر میکنی آن وین دنکن با پرپوزیسیون آن میومد درسته پس سوالیش میشه آن وین حالت سوالی بعدی میتویم هستش یعنی با چه کسی میت ویم هست و گشپاخن میت هست و یعنی با چه کسی صحبت کردی خب کلمه سوالی بعدی واس هست واس میشه گفت واسیس لوس واسماخستو و غیره که بلدید واسیس لوس یعنی چه خبره چه خبره اینجا واسماخستو هم یعنی که چه کار داری میکنی وقان وقان یعنی به چه چیزی ولی اون وقان موقع استفاده میشه که شما به یک چیز دارید فکر میکنید یک اشیا و نه انسان اگر به یک انسان فکر بکنید انوین باید بگید مثل این بالا ولی موقعی که بگیم واقعا دنگ... دنکنزی یا واقعا دنگستو یعنی به چه موضوعی داری فکر میکنی به چه چیزی داری فکر میکنی ان دنگستو این چیزی که بالا داشتیم یعنی به چه کسی داری فکر میکنی این فرقشه خب حالت سوالی بعدی ومیت هست ومیت ومیت موسنزی قشنن اینو با هم میگه تو درسه قبل داشتیم درسته یعنی حساب چه چیزی رو باید بکنی این کلمات سوالی که از و و یک پریپوزیشن مثل وو آن که میشه واقعا یه ار میاد وسطش که بشه تلفظش کرد یا ومیت اینا رو ما در درس قبل که در سطح به هستن کار کرده بودیم در از این مدل سوالی پرسیدن از جمله که اون جمله خودش یه پریپوزیشن داره یعنی چی؟ یعنی همیشه دنکن با پریپوزیشن آن میاد سوالش میشه واقعا دنکس دنکس تو یا میت اتفاس رشنن همیشه با میت میومد غشنن پس میشه ومیت موسن زی رشنن دوستای که ندیدم میتونن درسای گذشته رو بگیدن و مشاهده بکنن خب حرف رابطه بعدی و هست حرف سوالی بعدی و هست و یعنی کجا و بیستو دن به دوستتون میگید و دن یعنی کجای پس و بیستو دن و هین یعنی به کجا و هین گیستو وهین گستو کجا داری میری به کجا داری میری ها یعنی از کجا این ستا رو ما با همگه تو ویدیو قبلی هم کار کرده بودیم فرق وهین وهیا و وو وو یعنی کجا وهین یعنی به کجا و, و ها یعنی از کجا که میپرسم وهیا کمزی یعنی شما کجا میایید حالا میشه طرف کشورش رو بگه یا شهرش رو بگه یا اصلا نصر کار داره میاد همش میشه وهیا کمزی وهین گیست پرسش بعدی وان هست وان یعنی کی چه موقع وان کمس با بای میه فوبای وان کمس دو با بای یعنی کی می یه, سر... یه, سری به من بزنی با میا فو بای میه فوبای کمن هم تو سایه قبل کار کرده بودیم بعدیش ویلانگه هست یعنی چه مدت چند وقت ویلانگ داوت است. چقدر طول میکشه به فرض کسی توی صفی داره پول از بانک میکشه بیرون شما میپرسید ویلنگ داوت هست یعنی چقدر دیگه طول میکشه و یا میخواید نامه رو پست بکنید میخواید ببینید چقدر طول میکشه برسه میگید ویلانگ داوت هست ویلنگ داوت هست کلمه جمله ثابتیه که خیلی استفاده داره تو روزمره حتما یادش بگیرید ویلانگ داوت هست چقدر طول میکشه چقدر زمان میخواد خب بعدیش وی افت هست یعنی هر چند وقت یه بار وی افت هر چند وقت یه بار آلمانی یاد میگیری میشه جواب داد ایش لرن تگلش دویچ هر روز ایش لرن یدن تاگ دویچ وی oft لرنز تو Deutsch یعنی هر چند وقت یه بار آلمانی یاد میگیری خب بعدیش زایت وان هستش زایت وان یعنی از کی من شما میپرسم وان بیستو این "زایت وان بیستو این دایچلند یعنی چند وقت آلمانی میتونید شما به عنوان تمرین همین جواب و همین سوال رو تو کامنت بنویسید زایت وان بیستو این دوچلند شما باید یه زمان بگید درسته مثلا ایشپین زایت انقدر یا, یا موناد این دوچلند بعدش هست بیس وان یعنی تا کی و بالایی بود از کی از چه زمانی پایینی بیس وان یعنی تا کی تا چه زمانی بیس وان بلایبستو این کلن bis wann bleibst تو این کلن. یعنی تا چه زمانی تو کلن هستی میمونی؟ که طرف جواب میده من تا پس فردا هستم فردا میرم به طور مثالی و هر چیزی حالت پرسش بعدی اوم وی اوا هستش اون وی یعنی چه ساعتی؟ خودش هم میتونید بپرسید یعنی بدون که چیزی بهش اضافه کنید میتونید به کسی بگید اوم ویفیل اوا یعنی در چه ساعتی؟ کاملترش اوم وی فیل اوا بگیند دی پروفنگ. در چه ساعتی امتحان شروع میشه؟ آزمون شروع میشه؟ اون وی او دی پروفونگ واجه بعدی برای پرسش پرسیدن وقوم هست وقوم هست تو کنه چرا حوصله نداری؟ وقوم هست تو کنه لست کنه لست رو هم ما قبلا کار کرده بودیم بعدیش هست وس هالب یعنی به چه دلیل؟ Weshalb kommst du mit dem Bus? یعنی به چه دلیلی با اتوبوس میای؟ Weshalb kommst du mit dem Bus? بعدش هست weswegen. Weswegen bist du sauer? به چه دلیلی به چه علتی عصبانی هستی؟ Weswegen bist du sauer یا ja, weswegen bist du ärgerlich? جفتش معنی رو میده. بعدیش aus welchem Grund هست. Aus welchem grund, یعنی به چه, دل... به چه, دل... به چه دلیلی؟ یه سوالی که خیلی آلمانی ها میپرسن Aus welchem Grund hast و یا haben sie dein یا ihr Heimatland verlassen? Aus welchem Grund hast du dein Heimatland verlassen? به چه دلیلی وطنت رو ترک کردی؟ یا به چه دلیلی اومدی اینجا؟ خب بعدش هست ویزو ویزو هم در همه معنی رو میده به چه دلیل؟ ویزو کمسو یتس ایست چرا الان رسیدی تازه سم از انتظارش طرف زودتر بیاد میتونید اینو بگید ویزو کم سویت است چرا الان اومدی منظور اینه که دیگه کردی خب بعدش هست وتسو وتسو یعنی به چه منظور به چه دلیل وتسو braucht من این هندی وتسو braucht من این هندی به چه دلیل آدم به یک موبایل احتیاج داره به چه منظوری آدم یه موبایل احتیاج داره خب بعدش از وی وی به معنی چطوره وی است داس وی است دست هوا امروز چطوره بعدش از وی فیل به معنی اینکه چقدر منتها وی فیل موقع استفاده میشه که اون چیز قابل شمارش نباشه من میتونم بپرسم که وی فیل گلت هست و نخ چقدر هنوز پول داری دقت کنید دوستان وی فیل ما فرقش رو با ویفیله کار کرده بودیم درسته تو جمله بعد میگیم که وی ویفیله وی یعنی موقعی که یه چیزی رو بتونید بشمارید ولی پول رو میشه شمارد به اون معنی که پول رو بشماری ولی در مجموع پول جزو چیزهای غیر قابل شمارش مثلا چقدر شیر نوشیدی اون شیر رو به مثال نمیشه شمرد که چند تا شیر نوشیدی بلکه مقدار داره درسته؟ پس اون چیزهایی که غیر قابل شمارشه باید از ویفیل استفاده بشه و چیزهایی که قابل شمارشه مثل تعداد بچه ها ویفیل کیند همزی یک دو سه چهار میشه شماردش درسته؟ در اون حالت باید ویفیله استفاده بشه ما فرق بین فیل و فیلر رو توی ویدیو کامل بهش پرداختیم حتما نگاه کنید که قشنگ یادش بگیرید خب وی فیل گلد هستو نوخ چقدر هنوز پول داری؟ وی فیل کینده هستو یا وی فیل کینده همزی چند تا بچه داری؟ بعدیش هست وی گروس وی هوخ وی آلت در از صفتهایی میان وصل میشن به وی وی گروس بیستو یعنی قدت چقدره؟ دقت کنید وی گروس بیستو به معنی چند سالت هست نیستا بسی بگید وی آلت بیستو چند سالته؟ یا وی هوخ ایست که این ساختمون ارتفاعش چقدره بعدش هست ولشه و یا ولچس ولشا ولچم ولچن برمیگرده به آکوزاتیو یا داتیو بودنش و پسفند میگیره و یا اینکه فمینین باشه یا نویتخال باشه یا ماسکولین به طور مثال من میگم که Welches فهالتن ist richtig. Welches فهالتن ist richtig. تو سوالات امتحان گواینامه آلمانی رو که همش در کانال موجود هست و ما کار کردیم این سوال خیلی پرسیده می شد چه رفتاری درست الان؟ حالا میتونه رفتار رانندگی باشه به فرض سر یک تقاطعی باشه بخوایم بدونیم الان چه رفتاری باید انجام بدیم بایدی بریم یا وایسیم و یا اینکه میتونیم به مسیر ادامه بدیم ولچه از فحال خب بعدیش هم و در از آخرینش was für یا واس für یا was für دارد گرده به اینکه اون جسم مذکر باشه یا مهنس یا خونسا واس für یعنی چه مدل چه جوری ما که می پرسم was für ein یعنی چه, چه جور ماشینی داری چه ماشینی داری توضیح بده برام توصیفش کن یه همچی معنی میده واس für ein auto هستو بله دوستان این تمام سوالاتی بود یا در از واجه هایی بود که شما برای پرسش کردن در زبان آلمانی بهش نیاز دارید در تمام شرایط میتونید از همه این هایی که در این درس با هم دیگه یاد گرفتیم میتونید استفاده بکنید امیدوارم از دیدن این درس لذت برده باشین دوستان عزیز تا درس های آینده از کانال دوچ پرزیش تیوی بدرود